خانم زوی رودریگز برای چهل و چهار سال است که جامعه بهایی در ایران تحت فشار آزار و شکنجه از سوی رژیم جمهوری اسلامی قرار داره اخیرا انجمن المللی قلم و مراکز اون در کشورهای مختلف جهان بیانیه‌ای در خصوص خانم محوش ثابت شهروند بهایی زندانی در ایران صادر کردند به عنوان رئیس انجمن قلم سیدنی و یکی از امضاکنندگان از محتوا و هدف صدور این بیانیه برای ما بگوید happened این بیانیه به اون چه که در ارتباط با پرونده محوش ثابت اتفاق افتاده اشاره میکنه و خواستار آزادی فوری و مداوای پزشکی این زن شاعریه که به خاطر نوشتن شکنجه و زندانی شده. ما میدونیم که اون مشکلات پزشکی جدی داره که باید به اونها رسیدگی بشه. بنابراین هدف ما اینه که آگاهی رو نسبت به اونچه که درباره خانم ثابت در حال اتفاق افتادن افزایش دهیم و از دولت جمهوری اسلامی بخواهیم که او را آزاد کنه و همچنین دیگران رو نسبت به این موضوع مطلع کنیم و انگیزه و تلاش رو برای آزادی خانم ثابت از زندان ایجاد کنیم ما میدونیم که اظهارات و بیانیه های از این قبیل برای افراد زندانی مفیده چرا که زندانبانان متوجه میشن که این افراد منزوی یا فراموش نشدهاند. آنها در یاد ما موندن و جهان عاملان چنین اقداماتی را پاسخگو خواهد کرد در نتیجه ما فکر می‌کنیم پیوستن مراکز انجمن بین‌المللی قلم از سراسر جهان به این حمایت بسیار مهمه. نزدیک به چهار دهه است که نویسندگان و پژوهشگران ایرانی تحت انواع فشارها از جمله سانسور شدید بازداشت و تهدید از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار دارند به عنوان رئیس کمیته زنان نویسنده انجمن بین المللی قلم نقش این نهاد را در افزایش آگاهی جامعه جهانی از وضعیت نویسندگان ایرانی و همچنین اهمیت جنبش زن زندگی آزادی چطور ارزیابی می‌کنید؟ نقش ما اینه که در مورد هر نویسنده زنی که به خاطر نوشتنش در معرض خطر یا زندانی شدنی صحبت کنیم ایران یکی از کشورهایی که حکومتش به دنبال ساکت کردن هر زنی که بخواد ابراز نظر کنه و زنانی که جرأت میکنند و حرف میزنند بیشتر در معرض خطر قرار دارند در نتیجه نقش کلیدی کمیته زنان نویسنده انجمن بین‌المللی قلم اینه که از زنان نویسنده ایرانی که در زندان یا در مرز خطر هستند دفاع کنیم. ما این کار رو در جلسات خودمون انجام میدیم. جایی که موارد مربوط به تک تک نویسندگان رو برجسته می کنیم و این کار رو از طریق پیوستن به امضای تومارهایی برای آزادی نویسندگان از زندان صورت میدیم. اخیرا در جلسه کمیته زنان نویسنده انجمن بین قلم که در ماه مارس امسال و به مناسبت روز جهانی زن برگزار شد میزگردی داشتیم که در اون در مورد اون که پس از مرگ ژینا محسا امینی در سال گذشته و در پی حملات وحشیانه پلیس اخلاق در ایران رخ داده صحبت کردیم این اقدامات در حد توان برای افزایش آگاهی گفتگو با دولت همون و تلاش برای وادار کردن آنها جهت فشار بر جمهوری اسلامی به خاطر آزاد کردن نویسندگان زن زندانی و همچنین حمایت از ایرانیان و نویسندگان در معرض خطر صورت میگیره مبارزه زنان ایرانی چشمگیره گیره چرا رشدت هایی در زنان جوان و پیر و مردان ایرانی که به آنها میپیوندن نهفته است که به نظرم قصدش تغییر اون چیزیه که در ایران میگذره و ما در جلسه هامون در این مورد صحبت کردیم و گفتیم که این موضوعی نیست که بتوان اون رو نادیده گرفت. پیام من اینه که قوی بمونید و به مردم خارج از ایران بگید که چه اتفاقی در حال رخ دادنه تا مطمئن بشیم که تا جایی که میتونیم به دفاعمون ادامه بدیم و چشم جهان رو به اونچه که در ایران میگذره متمرکز کنیم. کمیته زنان نویسنده و انجمن بین‌المللی قلم تلاش می‌کنند تا شرایط بهتری را برای آزادی نویسندگان ایرانی که در زندان به سر می‌برند و برای همه ایرانیان به وجود بیارند و به زنان امکان تحصیل و مشارکت کامل در جامعه از جمله در جامعه نویسندگان بدهند.